سلام به همه عزیزان، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. خب جلسه قبل تونستیم ما پروژمون رو نسبت به قبل کامل تر کنیم، صفحه لاگینمون رو ساختیم و یوزرمون احراز هویت شد و توی صفحه مینمون اصطلاحاً لاگین کرد. خب چیزی که حالا ما داریم، من باید یه جدول دیگه توی بانک اطلاعاتی ایجاد بکنم که توی این اصطلاحاً جدول بانک اطلاعاتی من اطلاعات مخاطبینم رو ذخیره بکنم. این هم ورودمون که فرم اصلیمون نمایش داده شد. دیگه با این پروژه فعلا کار نداریم، میریم سراغ بانک اطلاعاتیمون. خب یک تیبل جدید ما نیاز داریم، اسم تیبلمون میشه اشخاص که همون پرسن هستش و من اینجا یک پرسن آیدی دارم از نوع این هستش. گزینه بعدی پرسن نیم دارم، اینو قبلا داشتیم، انور شب 50 کاراکتری. و پرسن فامیلی دارم، همین رو من اینجا کپی میکنم. عنوان فامیلی نال نباید باشه. و موارد دیگه که نیاز دارم، اصطلاحاً یک پرسن موبایل دارم، مخاطب هستش. و ببینید ما میتونیم این اصطلاحاً پرسن موبایل رو به صورت عددی وارد کنیم، ولی اگر کاربر من بیاد بذاره 0900 و مثلا 12، خب صفر اولش رو عدد پاک میکنه دیگه، در نظر نمیگیره. پس من باید این رو هم تکست وارد کنم. میتونه حالا انچر باشه، ورچر باشه، یا هر کدوم که ما مد نظرمونه. همون من مقدار انورچر 50 رو قرار میدم. اینها مواردی هستش که باید وارد بشه. بعد مورد دیگه ای که داریم این که میتونیم ایمیل رو هم ازش دریافت کنیم، پرسن ایمیل، اون رو هم دقیقا همین 50 کاراکتر فکر میکنم. بله کافیه، ولی این میتونه خالی باشه، حتما نباید که اشخاص ما اصلا ایمیل داشته باشن. و مورد بعدی پرسن دیگه چی چه ازش بگیریم، آدرس. و این آدرس میتونه 500 تا کاراکتر هم باشه. خب آدرسی چیزیه که حجم زیادی داره و میتونه هم نال باشه، میتونه آدرس رو وارد نکنه. خب فکر میکنم مواردمون کافی باشه، چون میخواییم صرفا آموزش رو ببینیم و یاد بگیریم، لازم نیست که کاراکترهای خیلی زیادی و اصلا توتونهای بسیار زیادی داشته باشیم. همین موارد برای ما کافیه. خب ببینید این قسمت آیدی رو ما باید به عنوان پرایمری کی ثبتش کنیم تا کلید اصلی جدولمون باشه. و میان که قسمت آیدنتیتی کالم هم این پرسن آیدی رو به عنوان شمارنده خودکار توسط اسکی سرور قرار میدیم. حالا کاری که ما باید انجام بدیم این هستش، بریم این جدول رو به بانک اطلاعاتی اضافه کنیم. من سیوش رو میزنم، تیبلم رو باز میکنم و یه رفرش انجام میدم. خب فقط قبل اینکه بریم سراغ بانک اطلاعاتی، بذارید یه دو تا مقدار هم بهش اد کنیم تا اونجا بتونه برای ما نمایش بدم. من میگم حسن هستم، بذارید فارسی وارد کنیم چون ویندوز فون فارسی رو ساپورت میکنه. حسن هستم، غفاری هستم، 0900 1212123 و ایمیل هم هستش hassan@gafari.com و آدرسی هم که دارم ایران هست، تهران. میتونستم خالی بذارم، ولی خب یه مورد بعدی مثلا خالی بذارم. این رو میگم رضا ملک ساده،
فاصله دار بگم که قشنگتر باشه. 0939 12123 و این دوتا گزینه هم میتونه نال باشه و بدون هیچ ارور این اطلاعات فرق شد. خب حالا این رو هم ذخیره میکنیم و میریم سراغ پروژمون. توی سطح پروژمون میریم سراغ Solution Explorer و روی کانتکت مدلمون دابل کلیک انجام میدیم. به این صفحه میرسیم جایی که اضافه شد. ما قبلا اومدیم کلیدات از زدیم و یه آیتم اسم edu.net اضافه کردیم. حالا برای اینکه این صفحه آپدیت بشه من کلید راست انجام میدم، آپدیت مدل فرام دیتابیس رو انتخاب میکنم، میگم یه جدول جدید دارم به اسم پرسن و میخوام که این رو به سطح پروژم اضافه کنم. میگه اوکی، فینیش رو میزنم و منتظر میشم تا این اتفاق بیفته. زمانی که این اتفاق افتاد من روی سولوشنم کلید راست ریبیت سولوشن رو میزنم و منتظر میشم تا پروژه من بیلد بشه و مقادیر جدید رو بخونه. خب این هم از دیتابیسمون. دیگه با این بخش کاری نداریم، میایم سراغ لاگینمون. این هم کارمون تمومه. فقط یه موضوعی، ما اگر بخوایم این پنجره رو استارت کنیم هر بار از ما یوزر پسورد میخواد و این خب ما رو اذیت میکنه. و یه مورد دیگه، ببینید همین الان یکی از اشکالات نرم افزار ما مشخص شد. من زمانی که فرم اصطلاحاً FRM لاگینم رو سید زبدرش رو زدم، به جای اینکه کلان اپلیکیشن اگزیت بشه اومد و اصطلاحاً نراسور رو برای من نمایش شد. ببینید صفحه اصلی باز شد. باز این رو چجوری باید کنترل کنیم؟ میایم توی فرم میلمون، اونجایی که اومد و اصطلاحاً این اپلیکیشن رو هاید کرد و این موارد رو به من دسترسی داد. خب میگم if، یک شرط میذارم، میگم اگر اصطلاحاً FRM لاگین دات دل ریزالتش ریزالت برابر بود با دل ریزالت دات اوکی، یه اتفاقاتی رو پیش بیار که فعلا نمیگیم اون اتفاقات چی هستش، چون ما یه جدولی توی صفحه میلمون قرار خواهیم داد توی این صفحه که زمانی که اون اصطلاحاً دایرکت ریزالت اون اوکی بود یه سری اطلاعات توی این صفحه باید لود بشه از بانک اطلاعاتی و اگر اشتباه بود، یعنی الفش دایرکت ریزالتش اوکی نبود، کنسل یا هر چیز دیگه ای بود، باید بگیم اپلیکیشن دات اگزیت. اپلیکیشن رو برای من اگزیت کن. ببینید این اتفاقاتی که میفته هر از گاهی که ما مثلا به یه موضوعی که کنترلش کردیم باید کنترلش کنیم پی میبریم بهش میگن باگ. مثلا یه خطاهای ریزی که توی یه حالتهای خاصی پیش میاد. پروژه به صورت اصطلاحاً کلی درست کار میکنه، اما اگر مثلا از یک مسیرهای ما وارد بشیم ممکنه خطا رو داشته باشیم. مثل اینکه ما به جای اینکه اومدیم ورود رو بزنیم کلید زبدر رو زدیم و به جای اینکه اپلیکیشن اگزیت بشه اجرا شد. خب بریم ببینیم این اتفاق افتاده و کنترلش به درستی صورت گرفته یا نه. خب من ادمین 123 رو وارد میکنم و لاگین صورت میگیره. مجدد پروژه رو استارت میکنم، چیزی وارد نمی کنم، ولی ادمینم وارد کردم کلید زبدر رو تست می کنم، چون دایلگ ریزالتش میشه کنسل اپلیکیشن اگزیت خواهد شد. این که اینجا چه چیزی رو به من نمایش بده رو ما بعداً توی اصطلاحا اضافه کردن بانک اطلاعاتی و ایجاد جدول که همون دیتا گیتیون هست خواهیم دید و متوجهش میشیم. خب حالا یه موضوع دیگه که هست، ببینید من اگر این پروژه رو استارت کنم اینجا هی قرار فرم ورود من بیاد و
من باید یوزر پسورد بنویسم بدم. خب این یه خورده برای من مشکل هستش. برای همین من حالا که مطمئنم ورودم درست کار میکنه و لاگینم، میام کل این دستورات رو که نسبت به اصلا لاگین و اتنتیکیشن هستش کامنتش میکنم. الان که من استارت بزنم، اتفاقی که میفته اینه فرم FRM main من اجرا میشه. پس من دیگه لازم نیست هر بار بیام و یوزر پسورد وارد کنم. این برای وقتی بود که ما میخواستیم چک کنیم ببینیم فرم لاگینمون درست کار میکنه یا نه. جلسه آینده الان ما اصطلاحا اون بانک اطلاعاتیمون رو به و جدول پرسنمون رو به پروژه اضافه کردیم. حالا میخواییم محتویاتش رو توی این صفحه اصلی نمایش بدیم. پس این صفحه اصلی رو باید دیزاین بشه، طراحی بشه. من جلسه رو میپردازم به طراحی این صفحه و یه چیز پیش‌فرضی رو در نظر دارم که ممکنه تغییرم بکنه. ولی خب میخواییم این صفحه رو دیزاین کنیم تا کاربر ببینه و از اون اصطلاحاً المان ها و اطلاعات داخل صفحه استفاده کنیم. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید.